نشون از ضعف و درماندگیش در برابر بحران هاست. از اونجایی که در کارزار بزرگ فروغ اشرف رژیم شکست خورد، نتونست خط خودش رو پیش ببره و دستش به مجاهدین نرسید، از اونجایی که پیام ها در منطقه اوج گرفته تا سوریه پیش اومده، از اونجایی که رژیم حتی بحران های درونی خودش، تضاد های درونی خودش هم به اوج رسیده و نمیتونه اینها رو جمع جور کنه، لاجرم تن به رو به سرکوب میاره، رو به فشار و آزار و اذیت خانواده های مجاهدین میاره، رو به زجرکش کردن زندانیان سیاسی بیمار ما میاره، که این عملش عمل سخیف جنایتکارانه و ضد بشریه. البته رژیم با این فشارها روی خانواده های مجاهدین، روی هوادارهای مجاهدین یه علت دیگر رو داره دنبال میکنه، یک خواسته دیگر هم داره دنبال میکنه. اون چیه؟ اون که در فکر میکنه که در عزم و اراده ما مجاهدین در اشرف خللی میتونه وارد کنه. اما هیهات من نزله، اما هیهات، چرا که ما مجاهدین هر قدر برامون فشار، شکنجه، آزار و اذیت، تهدید و حتی خودتون شاهد بودین در جریان 19 فروردین با زرهی وارد اشرف شد، ولی مجاهدین عزم جزم کردن برای سرنگون کردن رژیم خمینی از هیچ چیز دریغ نکنن، چرا که سوگند خوردن و پای این سوگندشون هستن. در پایان میخواستم یادی کنم از خواهر مجاهد قهرمان مرضیه پورنقی که از زندانیان سیاسی دهه 60 بود، او که در زندان ها مقاومت کرد و در 19 فروردین به سوگند خودش، به سوگند وفا پای فشرد و در خاک پاک اشرف به شهادت رسید. و ما هم در اینجا میخواستیم